کامل بود. شما بفهمید بفرمایید. بعد اون دو نفر از خوش هستن بعد مثل دیگه سه شما. بفرمایید خواهش می‌کنم. مرسی. من به ازاد هستم. دستتون درد نکنم که دوستان جمع کردیم ما رو و خیلی ممنون که اکثر هم هنوز نشستن آمان جایی تحمل می کنم. من چند کنیتو بخواستم بگم کار گروهی و زندگی اجتماعی سخت احتیاج داره به تحمل، احتیاج داره به کوتاه اومدن، احتیاج داره منتشر کردن. منتها و خب همه شما توی این گروه دارید میبینید تقریبا و خب اتفاقا بیشتر هم خواهید دید. در اون تجربه که خودم داشتم به خصوص چون عضو بورد قبلی خانه یعنی دانشگاه تورنتو هم بودم، یکی اینکه شفافیت که توی مغازه در واقع ICC باید باشه و مشخص بودن بندهای اساسنامه به خصوص ارتباط با اهداف. اگه اینا مشخص بشه که بشه مشخص‌تر و بشه دقیق‌تر گفتش که چه نیازهایی رو از در واقع جامعه ایرانی یا ایرانی‌کانادایی قرار مرتفع بکنه و چه کمکی میتونه بکنه. نکته دومی که حرکت از پایین به بالا باشه، یعنی ما معمولاً یه سری امکاناتی داریم، خود کنگره یه سری امکاناتی داره، اونا رو میاد در واقع استفاده میکنه از جامعه ایرانی. یه بخش بزرگی از اون کمکی که میتونه بکنه باید از طرف جامعیت بدنی جامعه بره بالا و منعکس بشه و مشخص بشه. اینه که شفافیت خیلی توش مهمه. حرکت نقش آدمدی گفتن در واقع ریاکتیو همیشه هست، چون اون اتفاقات میفته. ریاکتیو روی به اصطلاح روی موج سوار هستن میشه، اون تا خب بله بازدارندگی یا پرواکتیو باید باشه حتما. تقسیم کار اگر انجام بدید خیلی خوبه، زودتر من اتفاق دوستم آنها بزنم. و متدولوژی آماری ما نده. من داشتم بررسی میکردم اون نزدی آمار رسمی نشون میده از سال 2006 که این چیز دو 163,000 ایرانی ما در رو داریم، حالا بیشتر از این هستش من دو برداره این نگاه به تعداد. ولی کانون در واقع ICC 1500 تا 900 تقریباً توی فیسبوک لایک داره، 1500 تا عضو در واقع تایید شده پس ثبت نام شده داره که از یه درصد هنوز کمتر. اگه بشه که این کانون واقعا بیاد و بتونه نمایندگی بکنه یه بدنه بزرگ، بخش بزرگی از جامعه ایرانی رو و در واقع بتونه نیازهای اساسی مردم رو تامین بکنه، من فکر میکنم که حتی بیشتر بگیم این خود یه چیزی هستش که همه باید به مشارکت فردی داشته باشیم توش و هم بتونیم یه وجدان جمعی رو بتونیم داشته باشیم. آمش تو کاملا موافق هستیم. به هر حال همه موارد رو که اهداف که تو بایلاس هست ولی باید کار بشه تو کمیته سیاست گذاری اون رو روشن‌تر بشه و حرکت از پایین به بالا رو که ما بهش کاملا معتقدیم، در واقع نیازش این هستش که کمیته‌ها که فعال میشه ما بتونیم هم تو مرتضیانگو و افراد بیشتری رو درگیر کنیم و اعضا بیان سراغ ما بگن من میخوام یه همچین کمیته‌ای باشه، یه همچین کاری رو میخوام. مثلا صحبت از کاریابی میدونم از خود مرتضی صحبت کرد، من از جای دیگه هم شما میکنم مثلا یه کمیته کاریابی رو مثلا بشه ایجاد کرد. یه راه دیگه که میشه بحث دامنه نمونه فقط این نمونه، یه راه دیگه هم که میشه بحث شده جامعه از همین نهادهایی که وجود دارن و ما داریم در واقع سعی میکنیم که اونا رو دعوت کنیم که بیان نهادهای صنفی و غیر صنفی، نهادهای مختلفی که فعال هستن تو جامعه و اون در واقع تو یکی از اصلا 8 تا هدف کنگره است که باید یه لینکی باشه بین نهادهای یونی کانادای کل کشور، حالا حداقل در سطح تورنتو و آنتریو شروع کنیم و بتونیم به کمک اونا هم به اعضاشون بحث شیم و پای من فقط یه چیزی رو اضافه کنم. دو تا از دوستان این بعد تمام بشه بعد دو نفر مالون دوباره به شما برمیگردیم اشکال نداشته باشه. من فقط خواهش میکنم قبل از اینکه جلسه رو ترک کنید حتما اگر که دوست دارید بیشتر با ما کمک ما کنید، چون الان یه سری از دوستان میبینن که با کمک کنن و حرفایی که شما میزنید واقعا حرفایی هستش که ما خودمونم تو بورد میزنیم، نیرو احتیاج داریم و احتیاج داریم که کامیونیتی به ما جوین بشه و به ما بگه که چی کارا بکنیم. مخصوصا دوستانی مثل آقای کوهستانی که یه سری اکسپرتیزی دارن چون ایدیایی که حالا مثلا من دارم روش تحقیقی مقدار میکنم، شما مثلا لینک داریم به یونیورسیتی یا دوستان دیگه، هر کدوم به یک صورتی اسید هستن. خواهش میکنم که قبل از اینکه برین حتما ایمیلاتون رو به من بدین که من چون ویژن رفت
و من 100% باهاتون فالوآپ میکنم. فرق هم نمیکنه، منم میتونم، من یکی از کمکای میجان هستم، ادمنستریتور اسیستنت شفا، میتونم باهاتون فالوآپ بکنم که اگه بتونیم واقعا این کارا رو با هم جلو ببریم خیلی خوب میشه. واقعا ما کمک خیلی احتیاج داریم، اپورتونتی خیلی هست، ولی ما خیلی 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 کمک احتیاج داریم. ممنون میشم. من یه موردی میخوام بهتون بگم آقای بهزاد، خیلی ممنون از کامنتایی که دادین، بسیار درسته. و من میخواستم اضافه کنم که یه تناقضات تو بایلا هست که حتما باید درست بشه. این حرکت از پایین به بالا توی کمیته ها خیلی خوب مطرح شده، ولی تناقض داره با بخشای دیگه بایلا. حالا حتما شما اگه خوندین خودتون متوجه شدید. و به خاطر تجربه که شما در آیمتی دارید و در بورد دیدید، من خواهش میکنم که حتما با کمیته سیاست گذاری همکاری کنید و نظراتتون رو بدید. اما خیلی خوشحال میشیم که تا بتونید این سازمان باید یه شکل مدنی و مردمی پیدا کنه. الان شکل مدنی و مردمی نداره. برای همین توی 7 سال گذشته محل تنظیمات سیاسی بوده. آقای احمدی، شما هنوز بخش از صحبت های من آقای کوهستانی گفتن، بعد من نمیخواستم صحبت کنم، ولی الان با اجازهتون صحبت میکنم، ممکن است 30 ثانیه هم بیشتر بشه. ببینید، الان اولا تشکر کردن، نکات صحبت اصلی این بود که این نیستش که یک مدیره بشینه اونجا و ما همه ازش انتقاد بکنیم و همه بخواهیم. باید تشکری هم از یک مدیره میشد که خوشبختانه این صحبت که من صحبت نکردم، این تشکر شد. و باید ببینیم که کنگره ایرانیان در گذشته، نه ما انتقاد از گذشته بکنم، واسم اون بحث من ندارم، چون الان باز آقای آشتار حمله میکنه و بابا من با تو صحبت نمیکنم. نه، من اون صحبت با آقای آشتار کردم، بحثم این نبود که بیشون انتقاد کنم. من معذرت میکنم که موقع بی اجازه صحبت کردم، این درسته، ولی بحثم این بود. من سورپرایز شدم که چجوری در هیئت مدیره ممکنه اجازه ندن بیه عضوشون نقطه نظراتشون بگه. اگر چون بعد به شما پیشنهاد کردم که اگر چون چه خوب اونجا ندادن، حالا که یه تعداد از اعضا هستن، حرفاتون فرمایشاتون بفهمید. من نظرم این بود، نظر انتقادی به شما نداشتم. مطلب دیگه اینه که اصولا در جمع ما ایرانی ها، اولا شما یه فرصت زیادی بذارید برای نزدیک کردن دیدگاه های ما ایرانی ها. شما متاسفانه ما همارا یا از امیرو فرار میکنید یا بیشتر درون بخواد انتقاد کنید تا اینکه کار سازنده انجام بدید. یه درستن که البته اینا رو بهشون میگن مخالفون. اینا مخالفون رو همیشه مخالفون هم. شما انگارشون بکنید اونا حرف خودشون رو میزنن یا به دلیل شخصی یا سیاسی یا گروهی یا هر چی که اونا هم باید حرفشون رو بزنن، ولی باید تابع نظر اکثریت باشن. شما وقتی از دموکراسی صحبت میکنید، دموکراسی یعنی تابع نظر اکثریت بودن. نه اینکه بگید آقا اون قانون بستن سفارت کانادا بر اساس دموکراسی دارن فلان بسته شده و بنابراین بر اساس اون از قانون هر کسی ایران که باز شدن سفارت کانادا حرف بزنه، جناب آقای آرشاو بنابراین اون بیخود کرده حرف زده. این حرف از یه هیئت مدیره و از کسی که از دموکراسی صحبت میکنه بعیده. این قانون فرمایشات بسیار خوبی گفتن در خصوص اون مسائل سفارت و اینها. من اطلاع دیگه ای در این خصوص دارم که الان فرصت رو میگیرم توضیح بدم خدمتتون، ولی به طور کلی میگم کسی که مخالفت کرد با اینکه دفتر حفاظت منافع ایران در اینجا باز بشه، دولت کانادا بود. دولت کانادا بخاطر اینکه دولتش با اون آقای ناتانیاهو و اینای زده بنده خاص خودشون دارن، با هم دیگه هم کلاس بودن، اصلا دیگه خوششون میاد خیلی از منافع مردم، دولت مردم رو اینجا فنا کردن. حتی این قانون 24 کردن دارن میگن، خیلی انتقاد روش هست از طرف تمام جمعیت کانادا، حتی خود کانادا یا بهش انتقاد دارن. ولی مثلا در باید کهنمون من عرض کنم، آقای کهنمون تو وقتی که اونها رئیس جلسه رو اداره می‌کنید، بسیار خوب اداره کردید، خیلی ممنون از همه اعضای امور متشکرم. ولی وقتی که نظرسنجی راجع به چیزی می‌کنید، باید اون رو قاطع‌تر برخورد بکنید. شما وقتی نظرسنجی کردید و یه نقطه نظری رسیدید که آقا شما موظف هستید که بعد از نظرسنجی، شما اصلا موظف هستید بر اساس اساسنامه‌تون، شما فقط قدرت اجرایی ندارید، قانون قوانین کانادا تأثیر بذارید که شما انتقال دهنده از نظر اعضایتون هستید، اکثریت اعضایتون به دولت به تو هم به شکلی که وقتی هم می‌خواستن سفارت باز بکنن از همین کامیونیتی نظر سنگی کردن، افراد گرفتن با وزیر امور خارجه ملاقات کردن، این سری دروغ گفتن و بر حالی که بعدش اصلا به خود دولت انتقاد شد که آقا اون گزارش محرمانه که دادن که نمیدونم اینجا فلان بوده به سال بوده، اصلا به خود دولت گزارش. بنابراین شما نمیتونید به یه کاری که ما در خصوص اون کار نمیتونیم، کاری از ما ساخته نیست، چی نه، شما بر اساس
اساسنامه خودتون باید نظرسنجی کردید و وقتی نظرسنجی رو در هیئت مدیره قبول کردید که نظر اکثریت اعضا این کنگره بوده، موظف هستید اون نظریه رو منتقل بکنید به دولت کانادا، به یه نهاد دیگر، به یه جای دیگر. حالا این که اونا میپذیرند یا نمیپذیرند یا احترام میذارن به شما نمیپذیرند، اون بحث بس دیگری است. ولی در این خصوص شما وظیفه دارید این کار رو انجام بدید. خیلی ممنون. بنابراین که شما فرمودید ما در اون خصوص کاری نمیتونیم بکنیم، به نظر من این مقدار کم لطفی کردید و شما باید در این خصوص قاطعیت بیشتری بشید. خیلی ممنون. فقط من یه چیزی رو کنتر بکنم، ما 15 دقیقه دیگه بیشتر این اتراق رو نداریم. دو تا دیگه از دوستان بله شما میخواین جواب بدین. خواهش میکنم اجازه بدین دوستانی که صحبت نکردن صحبت کنن. دوستانی که من یک کاغذ میدم اگر که اشکال نداشته باشه، اگه اشکال نداشته باشه ایمیل ادرساتون رو تا ما داریم این جلسه رو رقاب میکنیم، ایمیل ادرساتون رو بنویسید که ما بتونیم بعدم اون دوستانی که دوست دارن باهاشون فالو آپ بشه، برای حالا به دلایل مختلف به هر دلیلی میخوایم کمک بکنیم. ما میتونیم ایمیل ادرساتون شما رو بشه. بله من بهتون میدیم. آقای احمدی، من جناب احمدی سوالی که من نکته‌ای که مطرح کردید، ما تا حالا دو تا نظرسنجی انجام دادیم و من در مورد این نظرسنجیشون، چون شما اشاره کردید که من باید در واقع نظرسنجی رو بیان کنم، حالا دومی که داریم مصاحبه دوستانی که نرفتن نظرسنجی رو انجام ندادن، ضمن فرصت دارید فردا مصاحبه ساعت 10 نتایج و نظرسنجی در اون مصاحبه اعلام خواهد شد. به هر حال تو نظرسنجی اول مصاحبه که انجام شده، من به طور دقیق همه آمار نظرسنجی رو اعلام کردم و مطابقش هم گفتم که نظرات مختلفی که آدم میشنوه ایناست. حالا دیگه افرادی که میشنون اونو وصل میکنم به اون درصدا. پس در مورد نکته که شما میفرمایید نظرسنجی انجام نشده که در واقع این در گله از من باشه که من اگر اولویت سنجی از طرف اعضا صورت گرفت و این مسئله در اولویت اعضا قرار گرفت، اعضا درخواست کردن که راجع به این نظرسنجی انجام بشه، بعد نظرسنجی انجام شد، ما اون نظرسنجی رو منتقل میکنیم. ولی در این حال من فقط میخواستم روشن کنم که حداقل از دید من این فکر نمیکنم راه حل باشه، ولی اگه اعضا بخواد این کار انجام شه. دومین نکته که خیلی مهم بود روشن کنم اینه که هیچ بحثی راجع به این مسئله در هیئت مدیره انجام نشده. اگر شما جایی شنیدید که هیئت مدیره تصمیم گرفته که بره سفارت رو باز کنه، نه شما نه، اون نکته که من گفتم میخواستم روشن کنم که چی بوده، ولی این چیزی که شما میفهمید درست، اگه نهایتا اعضا از ما بخواد یه کاری انجام بشه نظر شما راه شما همین راهی نداره. ببخشید آقای هاشک، شما میگید من توضیح دادم بخوام دیگران بگم. قبل از اینکه من صحبتام ادامه بدم، من خب تشکر کنم از هیئت مدیره قبلی، چون ما نتونستیم با به دلایلی نمیدونم جلسه معرفی با هیئت مدیره قبلی واقعا تلاش خوش رو کردم در حد توانشون. من تشکر میکنم ازشون، روز آقای برمی و که همه دوستان شاهد اینکه چقدر تلاش کرد، دوستان شاهد اینجا ده. من تشکر ندارم. بعد قسمت دوم که من آقای من دوست اسم شما رو تصفیه نمیدارم، دوست عزیزم خطاب میکنم شما رو، من میگم که وقتی که یک دولتی، یک حکومتی، یک سیستمی رو محکوم میکنه، متهم میکنه و برایش استدلال و دلیل میاره که این نمیتونه اینجا سفارتخونه داشته باشه، من نمیتوانم برم بگم که نه با ما میسن مقابلش. من میتونم به عنوان یک شهروند نظرات انتقادی می بگم. توجه میکنید؟ من فقط بحثم این بود. این بحث رو میکنم. من همین عرض کردم که از نظرش رو بدم. بخش دوم که سر میگم اینه ما دوستان تا مکانیزم صحیح و درست، دوباره تکرار میکنم، تا مکانیزم صحیح و اصولی برای نظرخواهی نداشته باشیم، یک آدرس غلط داره میدیم به اعضا و شهروندان. مرسی. هومر جان شما میخواید شروع کنیم؟ من از تبریز میگم. بله. انتخاب وزیر دموکراسی بود، حالا به حال اون وقتی که دوره آینده میزان مشارکت مردم ایرانی بالا بره و توی پروژه از این دیگه یکم بلندتر افراد بیشتر شرکت بکنن. من سه تا سوال داشتم. یکی اینکه مثلا از آقای رضا قاضی بپرسم در مورد گرانت ها
که این نیچر گرانت ها چی هستن و در چه مدتی مثلا چه دیدلاین این گرانت ها رو به اعلام خواهد کرد که یا اینکه باید ما ها بهشون این سر پروپوزال بدیم و ایشون برن اون گرانت ها رو به گاورنمنت ارائه بدن. این سوالی که داشتم میگم از فرهنگ سوال داشتم که در مورد پروتکل انتخاباتی آیا این قراره که به صورت قانون در بیاد مکتوب بشه که ما بعدا بتونیم از این استفاده بکنیم که تخلف پارتی صورت نگیره. و سوال سوم اون که در مورد ارتباط با تیرگان، چون تیرگان یه تقریبا یه دو سال یه ماه و نیم دیگه خواهد بود که در حال ایرانیان بسیار خواهند اومد در شهر از جای مختلف حتی اونجای مختلف کانادا، چه برنامه شما دارید که معرفی ICC باشه؟ آیا اصلا امکان این هست که ICC اونجا برکه داشته باشه یا اینکه به یه شکلی عنوان یه نهادی که کارهای کامیونیتی میکنه اونجا خودشو پرزنت بکنه؟ برنامه تلاش هم اینکه همونطور که میتران گفتم من خودم تو کامیونیتی فرهنگی میخوام فعالیت بکنم و خیلی دوست دارم که همه رو تشویق کنم اگر دغدغه فرهنگی داریم بیان و به میتران کمک بکنیم و بتونیم کامیونیتی رو جلو ببریم. خیلی ممنون. من سوالتون اومان جان در رابطه با گرانت هایی که وجود داره، ببینید گرانت معمولا چند نوع مختلف هست. یه نوع گرانت هستش که دولت به سازمان ها میده و این در اصل فوکسش این هست که یا قصد دولت اینه که سازمان ها اونو استفاده بکنن و اینفراستراکچر خودشون رو بسازن، یعنی اینفراستراکچر بیلدینگ بکنن، این کپاسیتی بیلدینگ بکنن که یه حالا یه سرویسی رو ارائه بدن. و یکی از کسانی که برای این فاندینگ معمولا این فاندینگ رو میده و چه ارگانیزیشن های نان فور پروفیت این ارگان فاندینگ ها رو میده اسمش هست تریلیوم فاندیشن، که احتمالا خیلی که برای در حقیقت ارگانیزیشن ها میکنن با این ارگان باید آشنا باشن. و ما در حال حاضر صحبت شده که بیایم، من خودم از اکسپریانسی که قبلا داشتم با Iranian-Canadian Network یا ICC Network، در حقیقت ما با Trillium Foundation از طریق یک ارگانیزیشن به اسم JBS تونستیم که یه فاندینگی رو در سال 2006 بگیریم که تا سال 2009 هم اون در از پریودی بود که این فاندینگ گرفته شد. البته در اون زمان حالا من نمیخوام توی دیتیلزش برم، اما به خاطر همون ریلیشنشیپ که داشتیم با یه ارگانیزیشن دیگه یه مقدار خیلی اعظمی از این فاندینگ به خودمون ارگانیزیشن تعلق گرفت و ما الان در حال حاضر میخواییم تنها کاری که داریم میکنیم میگیم که داریم نگاه میکنیم بگیم ببینیم چه راهی خوب هست که بگیریم و یه تعدادی کانتکت رو اونجا داریم که باشون میخوایم یه جلساتی رو بذاریم و صحبت کنیم و فیکلی اینفورمیشن میدیم. این یکی از راه هایی هست که میشه در اصل گرانت گرفت. ICC هم یه نان فور پروفیت ارگانیزیشن هست که گاورن هست با کورپوریشنز اکت و یه حالت حالا با اینکه نان فور پروفیت هم یه حالت پروفیت واسه خودش داره، یعنی کسی سود شخصی سود نمیبره، اما خب در اصل ارگانیزیشن هنوز یه سری کارهایی میکنه که اینجا رو ریونیو میکنه. و یه جنبه یه گرانت ها یا این نوع های بلاعوض برای این هست که ما بهش میگیم بیشتر قصد ایمپلویمنت اکسپنشن داره. این ایمپلویمنت اکسپنشن خب برنامه های مختلفی هست و تایمینگ های مختلفی داره. مثلا دولت میاد میگه که در حقیقت یه موقعی هست یه پروگرامی هست که یه نیو گرادجویت ها شما اگر برای مسائل ادمینستراتیوتون یا مسائل آی پی اگر هایر بکنید یه سوبسیدی بهتون میدیم، از آنی هست که خودتون بیاین و اونو مچ بکنید و یه در صورت این کاین دونیشن هم از طرف خود ارگانیزیشن بیاد که مثلا ما دالر با دالر مچ بکنیم. بله، من واسه اینکه شورتش بکنم یه تعدادی پروگرام هست که ما داریم نگاه میکنیم و یه قسمتش هم این هست که ما باید بگیم که این دوستانی که بخوایم هایر بکنیم برای چه کاری هست و حالا باز هم بیشتر در این رابطه ما صحبت میکنیم و هر کسی که دوست داشته باشه توی این مسائل این باب بشه ما خیلی خوشحال میشیم که باشون همکاری بکنیم و که بیان کمک، هرچقدر دست زیادتر باشه خب قوی‌تر هستیم و قوی‌تر می‌کنیم.
خیلی ممنون. بله، من سوال مشخص